اوزبکستان منبعد والدین دیندار را به جوابگری خواهند کشید. با سبب همکاری های کشوران آسیای میانه با ایالات متحده آمریکا روسیه بی‌ضابطه می شود. در تاجیکستان کمپانیای پروسعت ضد کوروپسیونی آغاز گردید. در ازبکستان من بعد والدینی که فرزندش را از گرفتن تحصیلات عمومی میانه عمومی مخصوص باز می دارد به مهلت 15 شبانه روز به جوابگری معمولی کشیده می شود. اصلاحات های مطابق شده به قانونگذاری الحال مورد عمل قرار دارد. اصلاحات ها در کودکس آیدی جوابگری معمولی و کودکس آیلوی ماه دکبر سال گذشته از جانب هر دو پلاته پارلمان ازبکستان قبول گردیده بود. والدین و یا کسانی که جایگزین آنها می باشند برای گرفتن تحصیلات عمومی حتمی میانه عمومی مخصوص تحصیلات کسبی فرزندان در مدت یک سال تکراراً مانع ایجاد کنند به مقداری از 10 تا 20 نشان داد از 210 دلار تا 420 دلار معاش حدی اقل جریمه بسته می شوند یا اینکه به مهلت 15 شبانه روز به حبس گرفته می شوند، گفته شده است در اصلاحات. در این خصوص آژانسی اطلاعاتی ریا نوستی تکیه بر روزنامه های محلی خبر می دهد. پیشتر برای عمل مذکور در ازبکستان محض با جریمه به مقداری از 5 تا 10 نشان دادی معاش حداقل از 105 دلار تا 210 دلار بسته می شود. مشاهدان قید می کنند که تحت قانون مذکور در نوبت اول والدینی که دخترشان از سبب منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های تحصیلاتی به مکتب رفته نمی توانند داخل می شوند. در کنفرانس جنبست آیدی فعالیت دیپلماتیک روسیه در سال 2017 که سنه 15 ژانویه برگزار گردید رئیس امور خارجی فدراسیون روسیه سرگئی لاوروف ابراز نمود که با سبب همکاری های کشوران آسیای میانه با ایالات متحده آمریکا در چارچوبه فرمت 3-5 جمع یک روسیه بی‌ضابطه می باشد. Мы, естественно, абсолютно не имеем ничего против того, чтобы наши центральноазиатские соседи, союзники. ما مخالف آن نیستیم که همسایه کشوران آسیای میانه با کشوران خارجه همکاری های همه جانبه داشته باشند، گفت وزیر جوابن به سوالی تاس. از روی آن که مناسبت های زیرین به مسئولیت داری بین همه ما احترام نباشد، ولی ما واقف گشتیم که ایالات متحده آمریکا می خواهد از فرمت مذکور سوء استفاده برد و ایده هایی که به سابق مأموریت قصر سفید علاقه دار بود با نام لایحه آسیای میانه بزرگ استفاده می برد. اعتماد دارم اگر چنین باشد و اگر همکاران آمریکایی ما چنین مقصدشان را در واخری با دوستانمان از آسیای میانه پیش ببرند شاهد ضررآور بودن چنین مناسبت ها می گردند. زیرا مناسبت های زیرین نه برای پیشروی اقتصاد بلکه برای منفعت های گیوپولیتیکی می باشد، ابراز نمود رئیس امور خارجی روسیه. یادرس میکنیم که همکاری های فرمتی 3-5 جمعیت که کشورهای آسیای میانه و افغانستان در آن شاملند از طرف ایالات متحده آمریکا تحت چارچوبه لایحه گیوپولیتیکی آمریکایی آید دموکراتیکونانی منطقه یعنی آسیای میانه بزرگ تأسیس داده شده است. نقشه مذکور برای ضعیف گردانیدن کشوران سابق اتحاد شوروی از نفوذ گیوپولیتیکی روس و شامل کردن آنها به منطقه یگانه با افغانستان می باشد. طول سالهای دراز آمریکا بانگ زده می آید که گویا او در منطقه حضور دارد، ولی در اصل نفوذ او خیلی ضعیف بود. پس از سال 2001 ایالات متحده آمریکا حضور خود را در منطقه در چارچوبه همکاری علیه تروریسم پرزور گردانید. اینچنین خطای نیز وظیفه ایالات متحده آمریکا را در کار زیرین با منفعت‌های محض اقتصادیش در منطقه سبک گردانید. بله، بی‌ضابطه بودن روسیه عیان است، زیرا همکاری با روسیه برای کشورهای آسیای میانه از منفعت خالی است. روسیه کیها این جانب کشورهای منطقه زیرین را به بازار خود تبدیل داده، محصولات رقابت ناپذیر خود را گذرانیده با منبع ذخیره ها و قوه کاری ارزان تبدیل داده است.
همین طور همکاری با کشورهای آسیای میانه محض به فایده یک جانب یعنی به فایده روسیه می باشد. تحلیلگران قید میکنند که مناقشه های سیاسی دو دولت ابرقدرت ایالات متحده آمریکا و روسیه چی نتیجه ندهد به منفعت مردمان کشورهای آسیای میانه نخواهد بود. زیرا دولت های ایالات متحده آمریکا و روسیه در مبارزه علیه اسلام و مسلمانان همچون دولت های پیشصف اشتراک می ورزند و کفالت رژیم های دیکتاتوری حکمروایی در منطقه های زیرین به حساب می روند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شهروندان کشور را دعوت نموده است که برای آشکار نمودن کروپسیون ایران در صف میلیشیا کمک برسانند. در این خصوص سامانه رسمی وزارت خبر داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از شهروندان خواهش دارد عاید واقعی عملهای کروپسیونی و یا دیگر عملهای نامطلوب کارمندان میلیشیا با تلفنی باوری خبر دهند. یادرس باید کرد که ماهی انوری سال 2017 بخشیده به 10 سالگی تشکیل خدمات ضد کروپسیونی امامعلی رحمان برآمد کرده عاید سطح کروپسیا طول 10 سال در صف وزارت کارهای داخلی، وزارت نقلیات، خدمات دادستانی و پراکراتورا در اجرایش محلی حکومت کشور، وزارت های عدلیه، علم و معارف، در کمیته دولتی امنیتی ملی، کمیته دولتی عاید زمین سازی و گیودزی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم جشن و مراسم های ملی، در کمیسیاریت های حربی، شعبه های بانکی اظهار نگرانی کرد. تاجیکستان از روزهای نخستین به دست آوردن استقلالیت دولتی، مبارزه با کروپسیا را همچون سمتی افزلالناک سیاست دولتی با این او سطح بلند کروپسیا در ساختارهای دولتی بوده را اقرار شد. طبقی نتیجه های معروضه تشکیلات ترانسپرنسی انترنشنال که به ایندکس درک کروپسیا تکیه نموده تدقیقات گزارانیده است و بر اساس گزاراندن پرسیش از صاحب کاران و تحلیلگران که با جدول 10 بال بها گذاری شده است، در اینجا 10 بال معنای آن را دارد که کروپسیا ارزی وجود ندارد. یک بال باشد معنای فروخته شدنی همه را می فهماند. ایندکسی سطح کروپسیا در تاجیکستان با 1.8 بال بها گذاری کرده شده است. در تحقیقات مذکور 133 کشور جهان اشتراک ورزیدند و در میان آنها تاجیکستان از آخر پنجم جای را اشغال نموده است. از همه وضعیت بد تنها در کشورهای میانمار، هایتی، نیجریه و بنگلادش می باشد. یادرس میکنیم که طول دو سال اخیر خدمات ضد کروپسیونی را پسر رحمان رستم امامعلی اداره میکرد و عین زمان باشد رئیس شهر دوشنبه را بر عهده دارد. مشاهدان قید میکنند که بیانات زیرین وزارت کارهای داخلی این یک کمپانیای خودنمایشکاری نوبتی بوده، در نتیجه آن یکچند کروپسیونرهای درجه پایین اهرام کروپسیونی قربانی کرده میشوند و با این عمل خود یعنی مبارزه علیه کروپسیا کروپسیونرهای درجه بالا در تحت رهبری رحمان در نوبت خود میخواهند مردم را فریب نمایند. کروپسیا را همچون سمتی از زلالنوک سیاست دولتی قرار